هنا شكر خضابكي مي بوز شنكلكي عاوز اي ناشا خضاب شكركي یک نل پیدا کردیم البته نل خوشاید زیاد باشه زیاد نل و اگر شما این موین که بگیریم از میل یک همک استفاده کنیم یک سبک قدیمی وطنی ما شما داشتیم که او به این شکل میم کودا که ببینیم انزای دارم کجا میری گودیگک چطور هستی تو ها؟ اوی 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 خو 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 گیریان کرد گیریان کرد خب غرش نمیگیره با ما جالب شد که هم صد لک در پیشش بود و هم چوشکش در دهنش گیریه کرد ماندنا باشین ماندنا باشین خوش آمدین کاکای بزرگوار خوب هستین بله خدا جور از کجا آمده نامتون چی هست نام ماست مندر قصاب است از قصاب مجد رود جمعه رفتین ماز جمعه خونی آمدین خدا من قبول کنه خدا من قبول کنه انشالله که کل گیره دعا کرده باشم کل دوستار یک نفر است یک دوستی که در جان است بسیار خوب بسیار دیگه رسم رواجی جا چیستم روسیک میکنم دیگه خطی گذاف نیست یک لگه است تا یک لگه بیست تا دیگه زیاد بالا نیست اما تو برنج روغن شما همه تو بمونی ترتیب خیلی خوب مردم در حالت خوشی که مردم همکاری میکنم دوستای گل و مهربان تشکر یک جهان و آمدیم به منطقه دیگه قریب پشه اینجا کجاست؟ اینجا به نام تایتود یاندشه که اینجا شاتوت هست به می شاتوت به خاطر می تایتود میگندش تایتود؟ تایتود ها یعنی تایتود پایین تود و اینجا یک درخت شاتوت بسیار کلان هم هست درخت شاتوت هست کلان قیبه مزا بریم همی درخت شاتوت کلان هم ببینیم و اینجا کوچه تایتود هست تایتود به این مانا که اوجا یک درخت کلان شاتوت است و این پایینش هسته این درخت سابقه است؟ بله بسیار سابقه است این درخت خب مربوط که میشه؟ این مربوط مما رجب خان این خدا بیامرزدش کالی مردم از خانه استفاده میکنن کسایی که خانه داره که از پدر و هایی که اکثرا اولاد از پدر جدا میشن که دیتونی خانه هایی که کسی میباشه و دایی خانه زندگی مینمونن درست این چقدر پرستی درخت؟ بله باور تو نمیشه از دل درخت شاتوت که در این منطقه است بسیار درخت کلان و در زن یعنی او طرف قدر شاخه طرف قسمت بعدی دوانده کولی است و یک قسمت شاخه زیادش طرف بیرون است که این مکمل شاتوت پر است و اینجا تمام به قسمت های دیگر زمین شاتوت افتیده و خیلی درخت عجیب است از این شاتوت که استفاده میکنه؟ از این شاتوت بسیار مردم استفاده میکنه دیگر خیلی خواهد عزت بتا سای بشه خدا هم بیمارزش الهی همین جمعه گوش یعنی صدقه جاریه برشون شده بسیار خوب اینجا یک درخت با مشاخه بلند است اگر بتونیم از او پایینش کنیم که ابن جان به زحمت میری بگیریم که من این قسمت بر عزیزان نشان بتونم بله که سر کالای ما هم
کندن از یام یک جنجال دیگه داره. اوه اوه یام نتیجهش دوستای گلم نشد؟ حالا ما شما بریم باز کشراتوت خواد کندیم کاملا مثل خونه از جالب است از یام کشراتوت خوردن هم کندنش سخت است هم خوردنش برای چورت امروز خیره اللازه کالا هم مشکل پیدا کرد بازگان مواد شوینده است که پاکش میکنه خب این ال چه رقم است سیستمش؟ این ال آب آشو میده نیست؟ خب خاطر نلگشی که فیلن نلا اکم آب دیگه کمبود آب است که به نلا ایچی نمیکنه که انشالله بیرم مردم به چی هست که جور کنیدم بخیر انشالله آب ازی از کجا می؟ آب ازی از مندیسان میگن بند برق آقلکی ها از اوجا میده جا خیلی خوب دوستای گلو مهربانم شما خبر هستین که متاسفانه کمبود آب سراسر افغانستان گرفته و روز به روز سطح آب پایین میه که الله مهربان خودش رحم کنه و اینجا فعلا ببینید که ای کاش دیگه اینجا آب می بود براتون نشان میدادیم خیلی خوب بالا منظرهای بسیار قدیمی دیگه معلوم میشه ولی بسیار زیبا و من قریه ما شما چقدر زیبا است الناز آرامش برام بگو که امنیت اینجا چطور است نیروهای امنیتی نیروهای امارات اسلامی فعلا چقدر همکاری دارم رایتان و خدا ولسوالی قره‌باغ میان گشت گفت یگان تا گزمه میان نمین الحمدلله شکر قریه ما دیگه پوسته نداره در قریه سرغج پوسته نیست اما از لحاظ آرامش بسیار آرام است در دوران جمهوریت هم آرام بود الحمدلله شکر فعلا در دوران امارات هم آرام است خیلی خوب که این چیز هم از امارات اسلامی بسیار خوش هستیم خاطر که گزمه میه شب و روز میه هیجا را بیرون میکنه گزمه میکنه که بسیار خوب در خدمت مردم هستن بسیار خوب سلامت باشین و فربوتای من خنده نکنه ازا که امروز متاسفانه از این قسمت گفته گان تا چون آمدن به قریجات و یکان کوهسارها بوتای قوی میخواه من این خانه برام جالب شد از این خاطر آمدم که این تصویر براتون دیگه قسمت ها را نشان بدیم این خانه است که است؟ این خانه از ماما رحمت خان است خواه که اینجا ماما رحمت خان بسیار خانه زیبا جور کرده به حساب بله قدیمی از دل ببینید تصویرهایش کاملا سبک قدیمی و مو خانه سابقه افغانی را داره که اینجا شاید به خاطر مالشان باشه اونجا مثلا مثل چی میگن ما اونجا تبیل مال است تبیل افخورا و یای مال است چطور هستی بیاج تو مانده نباشی جور باشی نامه که چی هست شهید خان شهید خان یا شاهد خان شاهد خان شاهد خان بچه کی هستی بچه رحمت خان آفرین پدر جان کجاست فیلن پدر مسجد مسجد رفته ای خودت چطور خودت ترک کردی کجا رفته بودی باغ رفته بودی؟ در باغ خود ترک کردی؟ نه در خانه ما در خانه تان عوض دارین؟ نه اما تو نل دارین؟ سرتو انداختی؟ آفرین برو قندلک خانه شما است؟ بسیار خوب چی دارین؟ ماس دارین دوغ؟ ماس دارین یا دوغ؟ چیز مال ندارین؟ نه گاو گساله باز؟ نه آفرین مکتب خوب میدی جیگر جان؟ آفرین بچه خوب برو خانه برو ممنون از عزیزا که این تصویر هم ببینیم پیشتر این منظره ها کمتر کسا میتونه که لذت شب بفهمه درک کنه و همچنان یاد و خاطرات هر کدام ما را زنده میکنه چرا که ما افغان ها کلن زندگی دهاتی داشتیم و همواره هموطن عزیز ما در این قسمت ها زندگی کردن تشکر تو این قسمت میریم خیلی ابراهیم جان بله. باز ما شما بخیر صحبت های سرداش میریم خب یا مربوط قریب پشیز بله مربوط قریب پشیز این داش بود داش کلالی خب داش های کاس های کلالی میگن اینجا داش بود خاطری می بنام از با این داش بود کالنی سویرانه شده این رو سرداش میگن جالب سر خب داش داشتین یه داش بود و زیادتر خانه شدم تندور باشه تندور یک از دار یا داش دارن نه تندور داش نانی نیست داش بود خاطر اگر کاسا کوزا رز رو جمع کردن پخته میکردن جور میشد درست بود داش که ایران شده به نام یالی است به نام سرداش مونده بسیار خب یا اومیه اومیه دخترک انا شکر خدا که می بازش نکرد که اوزایی نشه خدا رو شکر که
یک نل پیدا کردیم، البته نل شاید زیاد باشه. زیاد نل و اگر شما این ماهی که بگیریم از میاو یک کمک استفاده کنیم. یک سبک قدیمی وطنی ما شما داشتیم که او به این شکل بود. واقعا زیباست، لذت بخش است آب وطن. و تشکر از اینکه شما بیننده هستین، دوستای مهربان و رضای گلم، معرفی قریه دره پشه‌ای که در قریه سرغچ و ولسوالی قره‌باغ کابل قرار داره. حتما سر بزنین، گاهی وقتا با فامیلای عزیزتون بگیرین از زاره و بیاین چکر بیاین. باخا هست من دیگه. مردم سرغش واقعا مردم مهمان نواز، واقعا مردم خوبی هستن، واقعا مردم مهربان. ما قبلا دیدیم و جای ملک صفوات خالی که امروز نیستن دیگه. دیگه امروز او یک کاریزی بود در دمارسی رفتن دیگه طرف کابل که دیگه جنابات نیستن که وار طرف رفتن که بگمانه که شما ناخبر آمده اونا نیستن. خیر باشه، انشاءالله به نماینده اتمن میگیرم. سلامت باشین و قریب پشید دیگه اتمن ادامه دارد پیش بریم. بله، دو جای دیگه مانده که تنیال میگیم که جوی می آب میامد وقت آب زد و طالفیلا که کمبودیا با صاحب نیست به نام تنیال میگیم و دیگهش پیش پای مومی یا پای کلان است که پای مومی که برق توجه شده تقسیم شده دیگه به نام پای مومی میگیم. بازمون تو بخیر ما را دمتا چند تا باغام ببر درست است؟ سلامت باشین. بیاین خیلی که بازم زیبایی ها را برتان نشان بدیم، خاطراتتان را زنده کنین، پای تلویزیون ها و موبایل هایتان همی لحظه باشین، ببینین زیبایی ها و قدیمی ها را و خاطرات کهنه طلا را زنده کنین. تشکر از اینکه شبکه افغان های با فرهنگ و برنامه های ما را میبینین. فعلا چند تصویر براتون نشان بدیم. آمدین دوستای گل مهربان، ادامه برنامه هست. معرفی قریه تاریخی قدیمی و مشهور پشه‌ای یا پشه‌ای ها، یعنی کسانی که اینجا پیشه داشتن یا هم همون کسایی که پیش اینجا آمده بودن دیگه. می دلش دو دلیل استنباط میشه. خب ابراهیم جان نازنین، اول خود تشکر می کنم بازم از خودت، زحمت کشیدی امروز همراه ما و هنوز هم دیگه خانه مردم زندگی میکنن. بله مردم زندگی میکنن. یعنی مثلا کلکنچه خانه ببینید ازا کاملا هم تو سابقه است و اینجا ما زیاد مزایمت نمی کریم. فامیلا هستن اینجا. این تصویر زیبا رو پشت سر سایی کنیم، شما چقدر زیباست این تصویر این منطقه. و این خانه هست کی هست؟ این خانه های مجرانی است و خانه دکتر تبشین ناغاز درست که آل تاساس ها طرف تنیولک سابق قاب بود فیلن قاب بود. چی گفتی نامشه؟ دکتر تبشین ناغاز. نه همی قسمت چی گفتین؟ یه تنیولک. تنیولک؟ تنیولک. خواه جوی آب تنیولک. اینجا بسیار عجیب و کاملا زیبا. و اینجا تمامش بوجی های کاه است و مواد غذایی برای حیوانات.
که اینجا ذخیره کردن اون ماندنده قسمت. خب این اطرافه ایست که جای فراوان است، نه؟ بله. هر کس که مثلا یک قسمت جای به خودش داره، باز دیگه جای فراوان داره مثلا برای کادان هم. اون قسمت هم پیش راه است، نه؟ نه، نه، چرا این خانه چی میگن کوچه های شما تمامش خامه است، به قدر وقتی که بسیار زود تیر شده هیچ کس پیدا نشد که اینجا را قسمت کنه، گفته اون تو یک راه بر شما جور کنن، جوی ها و دریا ها را جور کنن. نکته خوب بود نشاره کردی مجید صاحب بچستا هیچ کس دیگه منطقه دور افتاده است از شهر از کلسول قرباق که ملک درست نداره، خاطر که یک داشت باشم دیگه دل نمیسوزونه که این کوچه رو چی شود دیگه. سروی هم به خاطر کوچه ها نامده که محسسات محسسات تا پیلن به خاطر یه دفعه آمد سروی کرد دیگه گم شد دیگه مال نشد دیگه. تقریبا دو سال پیش بود دیگه تو تالی دیگه کلان پر پروژه نامده که کوچه رو به ماست بکنه دیگه همون تو مانده های رونا و مردم هم خودش توانایی نداره که اینجا رو سمت کنه. نه دیگه مردم فقیر است، مردم به حالت فقیری است دیگه، همون خود میکنن که شب روز خود میچارن نگه مو دیگه خیلی بینیم. یک تصویر جالب برم تمام شد. این کودک رو بینیم زایی دارم کجا میری گو دیگه چطور هستی تو ها؟ اوی 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 خو 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 گیریان کرد گیریان کرد. خب غرش نمیگیره با ما جالب شد که هم صد لک در پیش بود و هم چوشکش در دهنش گیریه کرد. خب ایوان هاست که چقدر مقبول ایوان هاست می گوساله اکاز دیگه شما میفهمین که گوساله کسایی که دارن ماشاءالله سه دانه است. ای سگانگی هم پیدا شده؟ نه دیگه از هر گاوی مختلف هست دیگه، مادرشان نیست دیگه، یا یار از میرن از بازار خرابا به نقاش میگم یار میخرن آها نگه دوری میکنن پس دوتون گشه پس میفروشن کمی هم خیلی خوب خیلی خوب سر کارشون هم همی چیز هم خیلی خوب مال داری بسیار خوب. از امنیت هم که پرسان کرده ماشاءالله امنیت خیلی خوب است. بله ای خانم بسیار ای خانه انتیک و زیباست. ببین چقدر یک زینای زیبا به خودش جور کرده و کاملا اگه داخل خانم بریم کلش سابقه است. سابقه قدیمی خودش چقدره. بسیار خوب ازای دل امیدوارم عزیز دیدن از این تصویرا و از این برنامه خسته نشین. زیبا است به خاطر از این زیباست که شما تماما زیبایی ها سادگی ها قشنگی ها و خوبی ها و آرامش مناطق افغانستان رو میبینی. هر جایی قریه ها بسیار زیباست. اگه خانه را تصویرش براتون نشون بدم که امیدوارم به کسی اذیت نشه بینی مثل یک سراشه، خانه‌ای که سراشه برش میگن، یک خانه‌ای که بسیار زیبا جور کرده. پایین شمونه منزل بعدی است و سبک کاملا چیزارن. خانه خودتون چه قسم است ابراهیم جان؟ خانه خودم ان شاء الله میریم میبینیم باز بسیار خوب. این تنگلک است صبرم خود تنگلک است شبیم بنا هیچ بنام تنگلک نمیشه. خب اینجا خلاص شده که تنگلک پایین میریم. شما هم تو پیش میریم پایین میتونیم پس میریم پیش. دوستای گل مهربانم و تشکر از عزیزایی که بیننده هستین سلامت باشین. ممنون از تک تکتان. به اینجا گفتگان تو محفلایی که صورت میگیره گفتگان تا همکاری همگی میکنن نمیکنن یا خوشی غمی که میه عرف فرم سال دیم قسمت مصارفات هست رسم رواج شما چه قسمت زیجه؟ دیگه رسم رواج ایجا چیستم روسیک میکنن دیگه خرچ گذاف نیست یک لگ است تا یک لگ بیست تا زیاد از بالا نیست همه تو برنج روغن شما همه تو با موی ترتیب مردم در حالت خوشی که مردم همکاری میکنن مردم ها واقعیت خدا دیگه دکان تفیق عمل نصیب میکنن بسیار باید که دیگه همکاری میکنن درد میکنن در چی در باعث خوشی چی با خدا نکرد در باعث غم که یک دیگه شریک هستن. خیلی خوب جای میلزارم داریم که تگان کل بچه ها جمع شاییم یا مثلا خانم ها یکانق جمع میشن تو جایی هست یا نه؟ دیگه مردم ما چیست بچه ها روز جمعه چی میکنن میرن تفریح میرن طرف دران. خب اینشالا که میرویم طرف دران. خیلی خب تشکر. اینجا آب کدام تو ماندن که ما اینه میره بسته میکنیم به خاطر که آب زندگیست. یک قطریش کسی که او را دیگه چیز میکنه چی میگن جرم است. جرم امروز آب از همه چیز که مهم است. آب حیات است و پروردگار خودش گفته. از خاطر هر عزیزی که اینجا بشکر مونده بود پرشوه خودش رفته ما هم میره بسته کردیم. چقدر زیبا است درخت انار است که این منطقه گفتین چی نام داره؟ این هم تنگیالک است که پایینش مصود تنگیالک. یعنی به این خاطر کوچه ها تنگ است
و یالکشون دیگه من همین قسمت ها رو هم میگه مردم صادق بودن تو نوم آمدن خب بی سردار شد و مشهورترین گفتگان تو می شخص یا می بزرگایتون کی هست اینجا و چی مصروفیت دارن اونا بزرگای ما دیگه چیستم حاجز ابن رحمت هست خیلی خوب ملک قریام هست که فعلا دیگه مصروف باغداری است کدام مصروفیت دیگه نداره درست با جنابای بزرگوارای دیگه ما هست که از خود سرغچ هست که نماشان درست به یادم نیست اصلا از سرغچ هست مخلص از خود پشهی نیست و ملک صاحب زیجه کی هست؟ ملک صاحب رحمت هست ملک صاحب رحمت هست درسته ملک صاحب های قریا با هم دیگه نزدیکش را بودشان دیگه دوست هستن دیگه تو چی اقاربی ندارم نماشان از دل شما میفهمین که وقت به کسی مسئولیت داده میشه مثلا ملک است یا هر مقامی که است باید همواره کوشش کنن که مشکلات مناطق خودشان بگیرن مطمئنم که ملک صاحب حتما گفتن این موضوعات ولی دولت ها همیشه سست بوده و شما میفهمین که در هیچ جای افغانستان خدمت نشده بنابراین ما نمیتونیم که بگیم که تنها ملک صاحب ملامت است یا پول هایی که در 20 سال گذشته سرازیر شد به خاطر آبادی افغانستان به خاطر حق ما و تو بود تمام شهید ظالم ها گرفتن و چور چپاول کردن افغانستان به بنبست کشاندن من باز که دولت فعلی که تمامش سرپرست است و هنوز هم خدایارشون کار میکنن با شرایطی که پول نیست اقتصاد نیست ولی هدفی بود که دولت مردای قبلی که میلیون ها دلار آمد حق ما حق تمام از این مردم ها را شما خوردین و این وطن هم تو مانده ما نه سرک داریم نه برق داریم نه گفتگان تا مکتب درست داریم نه معلم داریم و تمامش این موضوعات است که خداوند روزی از همه شما حسابی خواد گرفت بریم این موضوعات انشالله که ما ناراحت نکنه حالا رسیدیم پیش پای عمومی که این بنام پای عمومی پای عمومی خیلی خوب پای عمومی اینجا بزرگ آمدن السلام علیکم و رحمت الله مانده نباشین خوش آمدین کاکای بزرگوار خوب هستین بله خدا جور از کجا آمده نامتون چی هست نام ما سمندر قصاب است از قصاب مسجد رود جمعه رفتین ما جمعه خونی آمدین خداوند قبول کنه خداوند قبول کنه ان شاء الله که کلاگیر دعا کرده باشم آ کل دوستوار یک نفر است یک دوستی که در جان است تا بسیار خوب سر ای عزیزمون چه نام داری بین که شما من سلام علیک کنیم سلام هستم ما هم نماز ما رفت بودم نگه خیلی خوب سلام جان سلام خلاص یعنی شکر بزرگا کم کم اومدیم ما در تایم اومدیم که امروز از قسمت اول مسجد شروع کردیم منتوج جریان نماز نبود مسجد دار ترمیم بود خوشحال شدیم در مورد قریتون بگین شما دین قریب پشه زندگی میکنید بله دم قریب پشه بابای ما زندگی کرده پدر ما کرده و فعلا خودم میکنیم بسیار خوب و شما چه مصروفیت دارین مصروفیت من دیگه قصابم هستم جلابم هستم مرغدارم هستم خیلی خوب قصابی در کجا دارین دم باز قصابی دیگه تو سرکه بگرام است فعلا خیلی خوب بسیار خوب قریتون خب ما اومدیم بسیار زیبا قریه بود و سبک بسیار قدیمی داشت خوشحال شدیم حالا میخوایم که بریم یگان باغا رو ببینیم بسیار خوب باغم بسیار میواجات صحیح دارد امسال آب کم است مکن مکل از بین رفت است ضعیف بالا میشود یعنی بسیار خوب همین دلیل کمابیتون چی است؟ تاثیر خشکی است بیترم باران و برف کم شد برف باران نشه باید کوه ما بعد از همی چشمای ما ضعیف میشود سلامت باشین پدر بزرگوار گفتنی اگر داره این کمره شبکه افغان با فرهنگ خدمت هست سلامت باشین میخوایم کنم چوهای نان دیشتر خداوند شما را سلامت داشته یک جان تشکر میریم مادر نو یک سلامت باشین ممنون تر این سوالات من در برنامه سلام بدر جان خوب هستین سبتون خوب هست بخیر نام شما چیست؟ اسم قیس هست قیس جان همینجا میشینین؟ بله باشین دیگه چی مصرفیت دارین؟ حیات هست حیات هست دوستا قبلا گفتن که تقریبا 80-90% دره پشه مردمی که زندگی میکنن خیاط هستن نماز رفته بودین شما بله آه. بسیار خوب خدا قبول کنه عزیز برادر تشکر یک جان بیا بریم چون خدا ممنونتون ممنون یک جان تشکر ما روان هستیم پیش میریم و در قسمت های اخیر برنامه هستیم خیر بینیم سلامت باشین خب کجا بریم خیر حالا بریم تو قسمت آخر که برنامه کمی جرم باید باقشه از باقه خانه ملک سگه سیجا رو میبینیم خیلی خوب بینیم طرف باقه سلامت باشین ممنون یک جهان از دوستایی که بیننده هستین و ما را میبینین شبکه افغان های با فرهنگ میکوشه که بره به هر جای افغانستان و بار که نیمی لازنه بود تو مرک شما مشاهده کنید دوستای عزیز به حالت رسید که خب هدفی بود که این چیزا به ما مهم نیست اگر پای لچان بریم زمین داغ هم باشه خارها هم باشه ولی بازم به خاطر
ملت عزیز خود میریم، چرا که میدیا و ژورنالیست‌ها وظیفه‌شون اینه است که صدای جامعه و صدای ملت باشه. و ما اومدیم به خری که اینجا فکر کنم که کمتر دیگه رسانه اومده. بله، یا شاید هم هیچ نومده باشه رسانه. اومده، رسانه اومده دیگه زیاد نه که اوم های میدان تا میدان بود. که رفته بودن در ایمان دره. بله، یعنی هدفی بود که خریای قسمتان اومده دیگه دوستا. نه، طرف اون اومده. ممنون، سلامت باشین دوستای گل مهربانم. و ما در خدمتتون هستیم. میخوایم که زیبایی های وطن و قدیمی های وطن نشان بدیم بر شما. حتما کامنت بگذارین، کامنت هایتون شریک بسازین، نظراتتون یگان جا و ما معرفی کنین که بریم به خیر او جاها را به دل شما نشان بدیم. و ابراهیم جان این قسمت این دیگه به نام پای مومی یاد میشه، قسمت پای مومی که نزدیک خانه ملک صاحب است، ملک رحمت نزدیک خانه عزیز که تو اساسا با طرف میریم طرف باغ حیات گلشان یا باغ جنت گل. خیلی خوب، سلامت باشین. بله، برنامه بعدی ما بخیر معرفی باغ جنت گل یا باغ که است. خب این قسمت آخر قری پشهی است که ماشاءالله قریه بسیار کلان است. دوستای عزیز ما فقط دو سه بخش بر شما نشان دادیم، منطقه اگر بخشای دیگه زیر میرفتیم شاید این برنامه از دو ساعت هم که بیشتر میشد. ولی بازم تشکر از این که پای موبایل ها و تلویزیون هایتان نشستین و اینجا هم که اینجا امیدوارم دوستای قسمت هم چیز کنن که آب ضایع نشه. امروز آب خیلی مهم شده، خصوصا کابل که کل اگه آب میخره کابل اصلا بیاو شده. ابراهیم جان قسمت های زیاد کابل بیاو است و ماشاءالله این منظره های زیبای وطن، قشنگی ها، این باغ ها، این سرسبزی ها، این نعمت های فراوانی که خداوند برای ما داده ولی افغان هایی چوخ استفاده نکردن از هیچ فرصتشون. متاسفانه کمبود آب امروز یک بحرانی است که در افغانستان آمده. امروز مثلا کشور چین تکنولوژی جور کرده بر خودش، دوستایی است که من دیدم که ابرها را نمیمونه که طرف دیگه کشورهای دیگه بره، ابر دور میته و طرف کشور خودش باران میباره. امروز مثلا ببینید آسمان ما ابر داره ولی باران وجود نداره. امیدوارم خداوند رحم خدا همیشه داشته و همیشه انشالله که بالای ملت باشه. بسیار تشکر. ای کجا هست؟ این منظره و باغ هست؟ زمین ها هست؟ چی هست عزیزم؟ ای دیگه ای بنا ایران بنام باغچه میگن، باغچه منراغا نزدیک خانه ملک صاحب هست. درست دیگه همین چیزا هست که از طریق نلا چی آب میخوری، از طریق جوی تنیال آب میخوری. خب و قسمت آخر در کدوم قسمت خود بود؟ قسمت آخر در این باغچه میریم چند تشیر. چطور هست مادر جان؟ خوب هستی؟ صد خوب؟ نمک چی هست؟ آفرین دختر خوب. چند تصویر از این زرگلو میگیرین، باغچه میگیرین و انشاءالله بله طرف باغ حیات گلشون. هی نه دوستای گل مهربان هم یک خوردنی پیدا کردیم گفته کانتا خوردنی و اجازه هست نه بریم اینجا درخت موندن یعنی که از بالا نشه. ولی باز ما اینجا گفته کانتا بالا شدیم. خواستم فقط زردالو ها رو براتون نشون بدم که ماشاءالله این درخت چقدر زردالو گرفته و تمامش همون تو زرد و پخته شده. شاخشه های نزدیک شده که دیگه طفلا و دیگه مردم ها تمام شکنده. ممنون یک جان از هم عزیزان و رسیدیم به قسمت پایانی برنامه. بعد از این بخیر خواد رفتیم در برنامه بعدی یک از باغهای زیبای دره پشهی را برای شما دوستان نشان خواد دادیم. اما قسم باغ ها فراوان است، زیاد است، ولی مشهورترین باغ از باغ جنتگل است که باغ جنتگل به نام باغ که هم مشهور است و کاکو جنتگل دیگه خودش فلت کرده و باغش مانده. تشکر یک جهان ابراهیم نازنین که از این که همکاری کردیم امروز در قسمت معرفی قریه پشهی و سلامت باشین. ممنون از همیتون، از تک تکتون. گفتنی های اخیر تمشنیم از بدر سلامت باشی، قربان شما. مشکلات تان اگر دیگر بیان کردین در قسمت دولت دیگر مشکلات ما یک که تقریبا یک 15 سال میشه یا 20 سال میشه که برق آمده در قریه ما، اما پس دولت تا توجه نکرده که او را باز یک دستکاری کنه، جای فرسوده شده لاین شورتی میکنه، خانه ها خدا نکرده نسوزه، این تال دیگه نشده. برق داره قریه اینجا؟ قریه بله برق داره، در سربند است انشاءالله میبینیم و میبینیم او را که ایچی نیسته، این باز به ترمیم ضرورت داره، تالی کسی توجه نکرده که دیگه این کوچه ها خامه است. کوچه خام است، تالی کس توجه نکرده، کدام شرکت، کدام مسئله، دولت ایچی نکرده به ما، کدام توجه جدی نموده،
دیگه دیگه در خاطر سرک است. یک سرک تا جنگ باغ کشیده پخته شده تا قره ما نامده گروه به نام جنگل باغ یا تاجیکام میگیم پیش نامده. دیگه از این خواهش میکنیم که می کیچه رو توجه جدی نمونه. سلامت باشین. تشکر یک جان از همکاری که امروی من جان دوی بخیر باشین. وطن داره گل مهربانم. ما امروز آمدیم سفر بسیار زیبا و تاریخی داشتیم به قریه پشه‌ای و قبلا ما آمده بودیم به استرغیچ امام درک زادگاه امام اعظم رحمت الله علیه که دینی قسمت پشت سر است بر شما معرفی کرده بودیم و تشکر از اینکه تا به حال بیننده این برنامه بودیم و برنامه را دنبال کردیم. معرفی قریه پشه‌ای باز بخیر خاطر رفتیم. در برنامه های آینده قریه های دیگه، قریه آغولک است، قریه مثلا دیگه شنو مشان نمیفهمم، قریه های مختلف است که مجموعا گفتن 7 قریه است. ما از 7 قریه یعنی قریه اول معرفی کردیم، بازو 6 قریه دیگه مونده که قریه های دیگر معرفی خود کردیم. زیارت های بسیار تاریخی دارن، جاهای بسیار تاریخی و دیدنی داره، باخا است و موضوعات دیگه. امیدوارم با فامیل های عزیزتان یک روز حتما بین، خصوصا روزهای جمعه مردمشان تماما مهمان نواز است و خدمتتون خواهد کرد. اگر تو به حال چینل ما رو سابسکرایب نکردین، همین لحظه سابسکرایب کنین و لایک بگذارین، کامنت ها و نظریاتتون بگذارین که ما بفهمیم و علاقمندی شما رو درک کنیم و خواستهایتون رو پیشنهاداتتون رو بیان کنین. حتما ما کامنت هایتون رو میبینیم، چک میکنیم. تا برنامه بعدی همینتون رو به الله مهربان میسپارم. برنامه بعدی ما معرفی یک از باغ های زیبا در قریه پشه‌ای خود بود. خدا نگهدار.